در دنیا اتفاقاتی میفتد که هیچ دلیلی برای آن وجود ندارد و مرگ‌هایی رخ می‌دهد که هیچ کس دلیل آن را نمی‌داند، مثل مرگ هنرمندان و ستارگان جهان. بعضی از آنها به طور نامعلوم از دنیا رفتند. در این ویدیو قصد داریم به مرگ مشکوک چند هنرمند محبوب بپردازیم. با فکت فارسی وان همراه باشید. قبل از هر چیزی اگه تازه به کانال فکت فارسی وان پیوستید، حتما ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید تا از ویدیوهای جدید ما جا نمونید. توپاک شکور. در سال 1996 توپاک شکور، خواننده معروف رپ، حین یک تیراندازی بر اثر اصابت 16 گلوله جان خود را از دست داد. توپاک در زمینه موسیقی رپ یک افسانه محسوب می‌شد. ترانه‌های شکور عمدتاً درباره مضامین گوناگونی چون بزرگ شدن در خشونت و فقر، سختی‌های زندگی در محله‌های زاغنشین، نژادپرستی، مشکلات اجتماعی و درگیری و رقابت موسیقیایی با سایر خوانندگان است. در سال 1994 در لابی یک استودیوی ضبط موسیقی واقع در نیویورک، توپاک 5 بار هدف شلیک گلوله قرار گرفت. توپاک پس از این ترور به چهره‌های دیگر موسیقی رپ شک کرد، چرا که قبل از وقوع حادثه احتمالی به وی هشدار ندادند. بعد از این ترور، شب 13 سپتامبر 1996 در محدوده شهری لاس وگاس، توپاک 4 بار متوالی در حالی که داخل ماشین نشسته بود، هدف شلیک گلوله قرار گرفت. وی 6 روز پس از نارسایی تنفسی و قلبی در بیمارستان دانشگاه پزشکی نوادا درگذشت. توپاک پس از تماشای یک مسابقه بوکس بین مایک تایسون و بروک سلدون با شلیک چند گلوله از یک کادیلاک در لاس وگاس در نوادا در 7 سپتامبر 1996 به شدت زخمی شد و پس از 6 روز در بیمارستان دانشگاه در ساعت 4:03 صبح در 13 سپتامبر وقتی که تنها 25 سال داشت درگذشت. میگویند کسانی که به او گلوله شلیک کردند از آدمهای ایست کوست، مخصوصا نوتوریوس بی آی جی بودند که بسیار با هم رقابت داشتند. پلیس لاس وگاس با اینکه هنوز رسما این پرونده را نبسته است، به این نتیجه رسیده که کریپس، یکی از گروه‌های تبهکار لس آنجلس، او را کشته است. در یک گزارش روزنامه لاس وگاس تایمز به این نتیجه رسیده است که نوتوریوس بی آی جی که او هم در آن زمان در شهر بود، حاضر شده بود برای کشتن توپاک به کریپس پول بدهد. توپاک که پس از حمله در سال 1994 همیشه همراه خودش چند محافظ شخصی و جلیقه ضد گلوله حمل می‌کرد، آن شب هیچ کدام را همراه نداشت. دلیل این موضوع هنوز یک معما است. نکته جالب این است که اگر حروف نام آخرین آلبوم او را جابجا کنیم، ترجمه این عبارت این جمله می شود: تو فکر می کنی که من در روز هفتم می میرم، ولی من هنوز زنده ام. عدد 7 در چند جای دیگر هم وجود دارد، مانند 7 سپتامبر که به او تیر زدند. از 12 تیر 7 تیر به او اصابت کرد. او در ساعت 4:03 صبح مرد که جمع این دو عدد 7 می شود. همچنین او در سن 25 سالگی مرد که جمع 2 و 5 هم 7 می شود. البته خیلی ها در مرگ توپاک شک دارند و با توجه به چند عکس و فیلمی که بعد از مرگ توپاک او را زنده نشان می داد، عقیده دارند که او هنوز زنده است. توپاک اواخر عمر خود خیلی به ماکیاولی علاقه‌مند شده بود. ماکیاولی فیلسوف ایتالیایی بود که همه فکر می‌کردند در سن 25 سالگی مرده. اما او دوباره بعد از 18 سال در سن 43 سالگی برگشت و انتقام خود را از دشمنانش گرفت. به همین دلیل خیلی‌ها معتقدند که توپاک نمرده و می‌خواهد از روش ماکیاولی استفاده کند. وقتی مادرش جنازه توپاک را دید، گفت که او پسرش نیست. در آهنگ اینتروی، آلبوم The Dan Kilaminati توپاک هم صدای شلیک 7 گلوله شنیده می شود. در یکی از معروفترین ترک های نوتوریوس بی آی جی که همراه با 50 سنت آن را پر کرده است، در طی آهنگ صدای شلیک 7 گلوله شنیده می شود. همچنین در یکی از ترک های سنوپ داگ که از افراد وست کوست به شمار می رود، نیز صدای شلیک 7 گلوله
شنیده می شود. مرلین مونرو. قرص خواب را دلیل مرگ مرلین مونرو عنوان کردند. اما یا این مرگ واقعا ناشی از خودکشی بوده یا اینکه برادران کندی نقشی در پشت صحنه ایفا کردند. مرلین مونرو در تاریخ 5 اوت 1962 میلادی در کالیفرنیا درگذشت. علت مرگ وی مصرف بیش از حد داروی خواب‌آور ذکر شد. دلیل رسمی مرگ وی خودکشی بر اثر مصرف بیش از حد داروهای خواب‌آور و آرامش بخش اعلام شد. اما ادعاهایی درباره یک توطئه و مجموعه حوادث اسرارآمیزی که منجر به مرگ وی شد، همواره بحث برانگیز بوده است. گرچه پلیس علت مرگ را میزان بالای نمک اسید باربیوتیک در بدن و بر اثر خودکشی اعلام کرد، اما لوئیس بنر، نویسنده ی کتاب شور و تضاد، احتمال خودکشی را کم می‌داند، چرا که می‌گوید او در فرم بسیار مناسبی بود و برنامه‌های مختلفی برای زندگی داشت. او معتقد است رابرت کندی، برادر جان اف کندی و دادستان وقت عالی آمریکا با او رابطه پنهانی داشتند. همسایه‌ها و سرایدار اوایل بعد از ظهر روز 5 اکتبر رابرت کندی را در منزل مرلین دیده بود. بنر می‌گوید همه گزارش‌های پلیس در عرض چند هفته مفقود شد. رابرت کندی با دپارتمان پلیس ارتباط داشت. البته این یکی از سناریوهای قتلی است که پس از 5 دهه در حالی از ابهام فرو رفته است. کورت کوبین. کوبین که از افسردگی رنج می برد و سالهای زیادی به مواد مخدر اعتیاد داشت، در روز 5 آوریل 1994 خودکشی کرد. کوبین یکی از اعضای کلاب معروف 27 ساله ها بود که ستارگانی چون جیم موریسون و جیمی هندریکس در آن عضویت داشتند. همه اعضای این کلاب در سن 27 سالگی از دنیا رفتند. این کلاب معروف کلاب مرگ یا لعنتی است. جسد کورت کوبین، خواننده معروف گروه نیروانا، در خانه اش یافت شد. طرفداران او میگویند که همسرش کورتنی لاو خودکشی او را صحنه سازی کرده است. الویس پریسلی. گفته می شود که مرگ الویس پریسلی در سال 1971 به دلیل مصرف زیاد الکل و مواد مخدر بوده است. از طرف دیگر عده‌ای بر این باورند که الویس پریسلی هنوز زنده است. آیا خبر درگذشته او ساختگی بوده است؟ الویس پس از جدا شدن همسرش رفته رفته گوشه نشین شد. او که به مشکل اضافه وزن در سالهای پایانی عمر خود دچار شده بود، از داروهای تجویز شده ی گوناگونی برای مقابله آن استفاده می کرد. سرانجام 16 اوت 1977، هنگامی که او 42 سال داشت، در شهر منفیس پیکر بی جان الویس را در حمام پیدا کردند که باعث تأثیر بسیاری در بین هوادارانش در سرتاسر جهان شد. علت مرگ وی حمله قلبی اعلام شد. جیمی هندریکس. جیمی هندریکس نوازنده بزرگ در سال 1970 بر اثر بیهوشی خفه شد. 20 سال پس از این حادثه تحقیقات درباره علت مرگ وی از سر گرفته شد، اما بی نتیجه ماند. در 18 سپتامبر 1970 هندریکس را در زیرزمین هتل سمرقند در لندن به صورت مرده پیدا کردند. او پس از مصرف زیاد الکل و همینطور خوردن تعداد زیادی قرص خواب مرده بود. او استفراغ کرده بود و بر اثر همان استفراغ هم خفه شده بود، چون هوشیاری نداشت. گمانه‌زنی‌های زیادی درباره مرگ هندریکس مطرح شده است. او به همراه جیم موریسون و جنیس جاپلین به دلیل حرف جی ابتدای نام کوچک و مرگ نسبتاً مشابهشان مرتبط با مواد مخدر و روانگردان، هر سه حدود 27 سالگی و در بازه تنها چند ماهه ما بین سپتامبر 1970 تا ژوئیه 1971 سگانه تراژیک و افسانه‌ای موسیقی راک دهه 1960 را
تشکیل دادند. مرگ آنها خودکشی دسته ای از طرفدارانشان را نیز به همراه داشت. گمان زنی دیگری که اخیراً مطرح شده است این است که او توسط منیجر خود به قتل رسیده است. جسد جی موریسون، خواننده گروه د دورز را در وان حمام آپارتمانش یافتند. او به هنگام مرگ 27 ساله بود. گفته می شود که دلیل مرگ او مصرف مواد مخدر بوده است. بدن جی موریسون هیچگاه کالبد شکافی نشد. در شامگاه سوم ژوئیه 1971، جسد جی موریسون را در وان حمام آپارتمانش در پاریس یافتند. ظاهراً او به خاطر حمله قلبی ناشی از مصرف بیش از اندازه مواد مخدر درگذشته بود. تا به امروز در مورد دلیل اصلی مرگ جی موریسون گمان زنی های فراوانی شده است. هیت لجر مخلوطی از قرص های مختلف باعث مرگ هیت لجر، هنرپیشه معروف استرالیایی و برنده اسکار در سال 2008 عنوان شد. آیا اشتباهی منجر به مرگ او شده بود یا او آگاهانه دست به خودکشی زده بود؟ پلیس گفته است با وجود قرص‌هایی که در اتاق هیت پیدا کردند، ولی هیچ نشانه مشخصی که حاکی از خودکشی هیت باشد یافت نشده. دو هفته پس از مرگ لجر، مرگ او تصادفی و بر اثر مسمومیت شدید دارویی در نتیجه مصرف همزمان چندین نوع قرص ضد اضطراب، مسکن و خواب‌آور اعلام شد. در گزارش مرکز پزشکی نیویورک آمده است که در خون لجر مقادیری از مسکن‌های اکسیکودون که در اکسیکونتین یافت می‌شود، هیدروکودون که در ویسودین یافت می‌شود و ضد اضطراب‌های دیاسپام، تماسپام، الپرزولام که در والیوم و زاناکس و رستوریل وجود دارند و دوکسیلامین پیدا شده است. 8 روز بعد از مرگ لجر، ویدیویی از او در اینترنت پخش شد که لجر را در حال استفاده از مواد مخدر نشان می دهد. و لجر در این ویدیو می گوید که او 20 سال است که روزی 5 نخ حشیش مصرف می کند. گفته شده که همسرش میشل و هیت درگیری شدیدی بر سر مصرف هروئین، کوکائین و قرص با یکدیگر داشتند و میشل چندین بار لجر را به مراکز ترک اعتیاد برده است. مایکل جکسون در خانه اجاره شده در بلوار نورت کارلوود در منطقه هامبلی هیلز لس آنجلس در 25 ژوئن 2009 درگذشت. مرگ او در اثر سکته قلبی اتفاق افتاد. 2 ماه بعد از مرگ جکسون، پزشکی قانونی لس آنجلس مرگ او را قتل معرفی کرد. اتهامات کودک‌آزاری مایکل جکسون. در سال 1993 مایکل جکسون در آستانه برگزاری تور کنسرت‌هایش مورد اتهام سختی قرار گرفت. ایوان چندلر، پدر جوردن چندلر، از مایکل درخواست 20 میلیون دلار پول برای ساخت فیلمش کرد، اما با مخالفت وی مواجه شد. سپس مایکل را تهدید کرد که در صورت ندادن پول اتهامی را علیه وی پخش می‌کند. اما مایکل درخواست او را نپذیرفت. این اتهامات منجر به اعتیاد شدید مایکل جکسون به داروها یاران بخش شد. جوردن چندلر 2 روز بعد از مرگ مایکل جکسون اعلام کرد که مایکل هیچگاه او را مورد آزار جنسی قرار نداد و به دستور پدرش مجبور شده است تا این دروغ‌ها را بگوید. جکسون در روز تمرین کنسرتش تنها چند هفته قبل از آغاز تور درگذشت. این آخرش است نام این مجموعه کنسرت ها بود که بزرگترین بازگشت جهان لقب گرفته بود. تعداد این کنسرت ها ابتدا 10 عدد بود، اما در نهایت مایکل که از نظر مالی آسیب پذیر گشته بود توسط بانیان تور تحت فشار قرار گرفت و با اجرای 50 کنسرت موافقت کرد. تمام 1 میلیون بلیت نیز در حدود 3 ماه قبل از مرگش و در 1 روز به فروش رفتند.
درگذشت جکسون باعث غلیان و خروش ناگهانی احساسات جهانی و لبریز سوگ فراوانی در سراسر دنیا و همچنین قفل شدن بی‌سابقه اینترنت در اکثر کشورهای جهان شد. فردای روز درگذشت مایکل، کنگره آمریکا که متشکل از نمایندگان و سناتورهای آمریکاست، برای احترام به وی یک دقیقه به صورت ایستاده سکوت کردند و در بیانیه‌ای درگذشت وی را تسلیت گفتند و اضافه کردند: خدا را شکر می‌کنیم که به ما اجازه داد تا در زمان و مکانی زندگی کنیم که مایکل جکسون در آن زندگی می‌کرد. خبر درگذشت مایکل تا مدت‌ها تیتر اصلی رسانه‌های تمام جهان بود. سایت‌های همانند گوگل و شبکه‌های مخابراتی پس از اعلام خبر مرگ مایکل به دلیل هجوم یکباره کاربران برای چندین دقیقه از دسترس خارج یا دچار اختلال شدند. خبرگزاری‌های رسمی خبر از خودکشی حداقل 12 نفر را در پی این واقعه دادند. البته بعد از مرگ وی چندین تئوری و ویدیوهای زیادی بر زنده بودن مایکل جکسون به بیرون درس کرد که به آنها می‌پردازیم. او 18 روز قبل از برگزاری کنسرتش در لندن به قتل رسید، در حالی که میگویند او در این کنسرتش که نامش آخرین بوده به هیچ عنوان قصد رقصیدن نداشته و میخواسته حقایقی را بر ضد ماسون‌ها افشا کند. جالب است که بدانید مادرش گفته بود که مایکل میدانست روزی به قتل خواهد رسید. پس از مرگ وی، دو رسانه‌ی آلمانی دو فیلم از مایکل را به این صورت که مایکل جکسون پس از مرگش به صورت کاملا سری از آمبولانس پیاده می شود و به مکان نامعلومی می رود و فیلم دیگر به این صورت که مایکل جکسون در هلیکوپتری که جنازه وی را برای تدفین می برد از جایش بلند می شود و به صورت مخفیانه فرار می کند منتشر کردند. این فیلم ها در یوتیوب قرار گرفت و آنها نیز مطرح کردند که ما این فیلم ها را بدون نقد و تحلیل منتشر کرده ایم و در انتظار بازتاب آنها در جهان هستیم. این فیلم ها فقط در طی یک روز 1 میلیارد کاربر تماشای اینترنتی در سراسر جهان را پای گیرنده های خود قرار دادند و تقریبا همه ی آنها هم زنده بودن مایکل را باور کردند. آن دو رسانه‌ی آلمانی پس از مدتی اعلام کردند که ما این فیلم‌ها را در خصوص سنجش باور کاربران اینترنتی تهیه کرده بودیم که متأسفانه به نتایج خوبی هم دست نیافتیم. این فیلم‌ها به صورت گنگی و در نورپردازی بسیار ضعیفی تهیه شده بود که هر کاربری با کمی دقت می‌توانست به ساختگی بودن آنها پی ببرد. فقط پلاک آمبولانس را با همان پلاک ساخته بودیم که کاربران متوجه این که این فیلم ها در آلمان ضبط شده نشوند. طبیعی است که مایکل جکسون فوت کرده و در این موضوع هم شکی وجود ندارد. آنها همچنین از طرفداران مایکل جکسون بابت اینکه از نام وی برای این سنجش استفاده کرده بودند عذرخواهی کردند. فیلم دیگری هم وجود دارد که نشان می‌دهد مایکل خودش به شکل یک زن در مراسم یاد بودش شرکت داشته و خواهرش جانت به همراه دخترش پاریس به حالت مسخره کننده ای به آن زن نگاه می کردند و مخفیانه می خندیدند. مایکل در سال 2004 آهنگی به نام آنها مراقب ما نیستند در راستای ضد ماسون خواند و پس از آن به اتهام کودک آزاری که در نهایت هم بیگناه شناخته شد مجبور شد آمریکا را ترک کند و در همین راستا به بحرین رفت. وی هنگامی که در بحرین بود با شاهزاده بحرین سر حمایت از ایران درگیری پیدا کرد و بعد از آن هم به دادگاه‌هایی کشیده شد که برخی از آنها قرار بود پس از مرگش برگزار شود که در نهایت مرگ وی مانع برگزاری آنها شد. نظر شما در مورد مرگ مایکل جکسون چیست؟ به نظر شما همچنان مایکل زنده است؟ بروس لی، چطور ممکن است شخصی فقط با مسکن برای سردرد بمیرد؟ هالیوود است و هر اتفاقی میتواند در آن رخ بدهد.
بروس لی در سال 1973 حین فیلمبرداری فیلم اژدها وارد می شود، برای سردردش یک قرص آسپرین از همکارش بتی تینک پی گرفت و پس از خوردن قرص دراز کشید و هرگز از خواب بیدار نشد. بروس لی پس از خوردن قرص دچار ورم مغزی شده بود. بلافاصله او را به بیمارستان می رسانند. پزشکان به معاینه دقیق می پردازند. او به کما رفته بود. بعد از مدت کوتاهی نیز حتی نفس هم نمی کشید. پزشکان متوجه شدند که مغزش تورم دارد. هیچ یک از رگ‌های خونی بسته یا پاره نشده بودند. تمام اعضا و جوارح بدن مورد معاینه قرار گرفته و کالبد شکافی شد. در معده‌اش همان قرص آسپرین قوی بود که بتی به او داده بود. علاوه بر این چند دانه شاهدانه در معده‌اش یافت شد که مشخص نشد این شاهدانه‌ها را از دست چه کسی خورده است. عده‌ای از پزشکان معتقد بودند که شاهدانه‌ها به زهر آغشته شده بود و همین امر سبب مرگ وی شده است. اما پزشک اصلی او معتقد بود که به دلیل خوردن آسپرین قوی تومور فعال شده و مرگش فرا رسیده بود. در واقع چنین فردی با داشتن تومور مغزی نباید چنین آسپرینی مصرف می‌کرد. بروس لی اسطوره هنرهای رزمی هنگام مرگ در 20 ژوئیه 1973 تنها 32 سال داشت. پزشکان پرونده مرگ بروس لی درباره شرایط مرگ اختلاف نظر داشتند. البته بعد از مرگ بروس لی در سال 1993 پسر بروس لی برندن لی هنگام فیلم برداری صحنه از فیلم The Crow به اشتباه بر اثر اصابت یک گلوله واقعی درگذشت. او تنها 28 سال سن داشت. دیوید کارادین. جنازه دیوید کارادین، ستاره مجموعه رزمی دهه 1970 میلادی آمریکا، در سال 2009 در کمد اتاق هتلش در بانکوک پیدا شد. وی که در هنگام مرگ 72 سال سن داشت، گفته شده بود که احتمالاً خودکشی کرده است. بدن او کاملاً برهنه بود و یک طناب به دور گردن و اندام تناسلی‌اش پیچیده شده بود. گمان می‌رود که دلیل مرگ وی سهل‌انگاری در هنگام خودارضایی به وسیله طناب باشد، در حالی که پس از بررسی دقیق جسد اعلام شد که او به قتل رسیده. و با یک صحنه سازی تلاش شده مرگ وی را خودکشی جلوه دهند. خب دوستان، نظر شما در مورد مرگ این ستاره‌های تکرار نشدنی چیه؟ آیا اونها به قتل رسیدند؟ و نظرتون در مورد توپاک و مایکل جکسون چیه؟ به نظرتون اونها زنده هستند یا واقعاً از بین ما رفتند؟ نظرتون رو توی قسمت کامنت ها بنویسید و برای دوستان خودتون ارسال کنید. لایک و سابسکرایب یادتون نره. فکت فارسی وان، پنجره ی رو به دانستنی ها.